با سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی برنامه دیالوگ، خوشحالم که در این برنامه دیالوگ با هم هستیم و مهمان بسیار عزیز و گرامی جناب آقای رضا اکرمی، کنشگر سیاسی از پاریس با ما هستند. موضوع این هفته برنامه در مورد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه هست. همونطوری که می‌دونید فرانسه کشور مهمی هست از لحاظ سیاسی، به خاطر اینکه میشه گفت سخنگوی سیاسی اتحادیه اروپا فرانسه هست. خب عضو شورای امنیت سازمان ملل هم هست و همینطور از کشورهایی است که از قدیم الایام با ایران، با کردها روابط سیاسی و اقتصادی داشته و دارد. در منطقه به ویژه همیشه فرانسه تونسته در معادلات نقشی رو ایفا بکنه. پس در نتیجه نمیشه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه رو نادیده گرفت. در وضعیت فعلی داخلی فرانسه چه جناح‌های سیاسی هستند و چرا راست افراطی داره در فرانسه آماری رو برای خودش میاره بالاتر، کاندیداهاش بیشتر شده و چرا جوانان فرانسه با اینکه اکثرا چپند اما کمتر در انتخابات شرکت میکنن؟ و سوالات دیگری که در این برنامه با حضور مهمان گرامی به اون خواهیم پرداخت. جناب آقای اکرمی گرامی، سلام و احترام فراوان. سلام خدمت شما آقای مصطفی و سلام به بینندگان گرامی. آقای اکرمی، من اولین سوالم رو میخوام در این مورد بیشتر بینندگان در جریان باشن که قوانین انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه رو شما توضیح بفرمایید. کاندیداها سطح تحصیلاتشون آیا باید چه ویژگی هایی داشته باشه و چرا قبلا مثلا انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 7 ساله بود بعد شد 5 ساله؟ اگر اینها رو بفرمایید ممنون میشم. اگر از شرایط کاندیداتوری در انتخابات بخوام شروع بکنیم، باید عرض کنم که بعضی مختصات هست که میشمارم. یکی، سطح سواد تا اونجایی که من دیدم جزء شرایط نیست، سطح تحصیل جزء شرایط نیست، ولی چه چیزی ابتدا و مقدم بر همه چیز هست؟ اینکه هر کاندیدایی که معمولا هم از طرف احزاب معرفی میشن، معمولا، ولی اون هم اصل نیست، میتونه به صورت منفرد به صحنه بیاد، ولی معمول بوده که احزاب معرفی میکردن. این کاندیدا باید از طرف 500 نفر که خودشون قبل‌تر در انتخاب‌های دیگه انتخاب شدن، مثلا شهردار بودن یا هستن، شهردار هستن، نماینده مجلس هستند، نماینده مجلس سنا هستند، کسانی هستند که اعضای شورای فرمانداری ها و استان ها هستند، که مجموعاً اگه بخوایم جمع بزنیم این کسایی که چنین شرایطی دارن که میتونن معرف کاندیدا باشن، اینها حدوداً 45 هزار نفر رو شامل میشه. یعنی هر کاندیدای ریاست جمهوری باید حداقل 500 نفر شهردار یا مثلا شخصیت سیاسی امضاهاشون رو داشته باشه تا بتونه به عنوان کاندیدا خودش رو مطرح بکنه. این قانون هم از در واقع جمهوری پنجم فرانسه که ریاست جمهوری شد با رأی مستقیم مردم، این شرط رو گذاشتم که از ابتدا هم 500 نفر نبود. از ابتدا مثلا چند نفر شروع شد که باید چند نفر معرف می بودن، ولی همچنان که شرایط پیچیده تر شده، احزاب متنوع تر شدن، گرایشات سیاسی بیشتر شدن در جامعه، به قانون مرتب تغییر کرده، اصلاح شده و امروز
به اینجا رسیده که در همین انتخاباتی که پیش روست باید 500 نفر معرف باشن. بعد این 500 نفر یک شرایطی هم باز پشتش هست، به این معنی که این 500 نفر باید از 30 فرمانداری، یعنی در فرانسه حدود 100 فرمانداری اگر هست، حدوداً یک سوم فرمانداری ها، در واقع این افرادی که معرف هستن، باید پخش باشن. نمیتونه مثلا فرض کنید این 500 نفر رو از منطقه پاریس به عنوان معرف بگیره یک کاندیدا، باید بتونه از 13 منطقه فرانسه این 500 رای رو، این 500 امضا رو در واقع جمع آوری کنه. چرا این کار کردن؟ برای اینکه خب این اهمیت هم داره برای ما که در یک کشور متنوع و متکثر هستیم، برای اینکه به این ترتیب نشه که از یک منطقه به اصطلاح اینها رژیون و یک گرایش و یک جزیره یا یک بخشی از کشور این معرف ها از اونجا فقط باشن. بنابراین یک جوری معرف ها هم باید سراسری باشن، در بخش های مختلف کشور فعال بوده باشن و خودشون منتخب بوده باشن. بنابراین این هم شرط دیگه ای هست که گذاشته میشه. حالا برای جمع‌آوری خود این چه مسائل دیگه ای مطرح هست؟ معمولا احزاب کوچک همواره با مشکل روبرو هستند، برای اینکه خب خودشون شهردارهای زیادی رو که متعلق به حزبشون باشه مثلا ندارن، یا نماینده مجلس به اندازه کافی ندارن که معرفشون باشه. احزاب کوچک همواره با یه مشکل اینچنینی روبرو بودن، یا اشخاصی که منفرد بودن با یه مشکل روبرو بودن، به طوری که در همین انتخابات اخیر تا همین اواخر بعضی ها هنوز نتونست بودن 500 معرف رو، امضا یا معرف رو داشته باشن. نخست وزیر و دولت حتی توصیه کرد به احزابی که نیرو دارن و منتخب بیشتری دارن، توصیه کرد که یکم با در واقع اغماز با این قضیه برخورد کنید و امضا بکنید کسایی رو که معموله که باید در این انتخابات حضور داشته باشن، و اینجوری نشه که یک سانسوری عمل بکنه. بنابراین به ترتیبی میشه گفت این 12 کاندیدایی که الان مثلا در صحنه هستند، اینها بالاخره 500 امضا رو کسب کردن. یک سال اینجا پیش میاد آقای اکرم، ببخشید. خب این قانون واقعا جالبه، باعث میشه که اون فرد کاندیداتور ریاست جمهوری مجبور هم بشه از اقصا نقاط کشورش خواسته های اونها رو مطرح بکنه تا بتونه نظرشون رو جلب بکنه. این خیلی جالبه. اما اون طرف موضوع هم اگر نگاه بکنیم، اینه که به قول شما دیگه احزاب کوچک نمیتونند در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدایی رو تقریبا داشته باشن یا معرفی بکنند. همونجور که عرض کردم تقریبا تا الان تأمین شده. حتی مثلا یه نکته دیگر رو خدمتتون عرض بکنم که قبل‌تر کسانی که معرف بودن، اینها میتونست اسامیشون علنی نباشه، چون اینها قبلا به صورت به قول معروف فیزیکی حضوری باید نامه هایی رو که معرف بودن، معرف ها امضا کرده بودن، ببرن تحویل شورای قانون اساسی بدن به صورت فیزیکی. بعد از چند سال پیش تغییراتی که در قانون داده شد، اینها باید به شکل پستی ارسال بشه به شورای قانون اساسی که اینها رو بررسی میکنه که ببینه که دقتشون به چه ترتیبی هست. و در یک فاصله ای اینها کسانی که امضا میکردن برای شورای قانون اساسی معلوم بودن که کی هستن، مهرشون مشخص بود، امضاشون مشخص بود، ولی قرار نبود عموم مردم
مطلع بشن. خود این یک شرایطی رو به وجود آورد که کار رو مشکل‌تر کرد، به این مفهوم که اون موقعی کم از این ساده تر بود. یعنی منظورم اینه که در اون شرایطی که این چنین وضعیتی وجود داشت، ساده تر ممکن بود یکی امضا بکنه. چون فرض کنید یک نفر راست افراطی است، بعد نخواد یک شهردار نشان بده که من از ایشون پشتیبانی کردم، چون فردا خودش شهردارم تو انتخابات های هست و میخواد شهردار دوباره بشه، بنابراین میتونه روی آرای شهروندان تأثیر بذاره. بنابراین این از یک دوره ای این رو گفتن نه علنی هم باید باشه، و دوباره بحثش در همین انتخابات اخیر در گرفت که برگردیم رو همون قانون قبلی، به این ترتیب که این علنی نشه و بنابراین هر کسی اگر تمایلی داشت به اینکه به کسی که همفکر سیاسی خودش نیست امضا بده و معرف باشه بتونه این کارو بکنه. در واقع علارغم اینکه قانون همه این جنبه ها رو بررسی کرده و دقت کرده، ولی باز هم این مشکلات گاهن پیش میاد. ولی همونجور که من خیلی کوتاه، سن شرکت در انتخابات دو عنصر دیگه مطرح است، یکی سنه که 18 سال به بالاست. بله 18 سال به بالا. یه عنصر دیگه هم هست که نباید سابقه پرونده داشته باشه که محکومیت داشته باشه. چه نوع محکومیتی؟ محکومیت دو جور هست، یکی محکومیتی که مثلا زندان بالاخره براش بریده شده باشه که البته پرونده‌ای در جریان باشه، و دومی پرونده در جریان هم به این معنی نیست که در واقع پرونده‌ای رفته و بررسی شده و در واقع متهم هست. متهم باشه مشکل هست که بتونه باشه. و دومی عنصر هم این هست که بعضی ها محکوم میشن، محکومیت زندان ندارن، ولی 10 سال از فعالیت های اجرایی و مسئولیت های دولتی محرومند، اونها هم نمیتونن. در واقع من اگر بخوام جمع بزنم، یکی معرف است، یکی 18 سال به بالا است، و سومین عنصر این که محکومیت نداشته باشه. این سه عنصر. خب سالی که اینجا مطرح هست برای منی که از انتخابات فرانسه میخوام بیشتر بدونم، آیا سیاست خارجی دولت تا چه اندازه تأثیر داره در جذب آرای مردم داخل فرانسه؟ بستگی به دوره هاش داره. دوره هایی هست که خب مسائل سیاست خارجی عمدگی پیدا میکنه و میتونیم بفهمیم که در جهان اتفاقهای مهمی در جریان هست و طبیعتاً اونجا سیاست خارجی نقش مهمی داره. ولی به طور عموم اگر در نظر بگیریم، با تجربه‌ای که این 3-4 دهه که من در فرانسه هم بودم زندگی می‌کردم می‌کنم، تأثیر خیلی مهمی نداشته. ضمن اینکه حوزه کار رئیس جمهور است، یعنی حوزه یکی از حوزه‌های اصلی کار رئیس جمهور هست، ولی رؤسای جمهور راست بوده و چپ بوده و کما بیش سیاست واحدی رو دنبال کردن. ولی مثلا به عنوان نمونه، خب در عرصه بین‌المللی هم میدونیم به فرض راست افراطی فرانسه نزدیکی بسیاری داشته به روسیه پوتین به عنوان نمونه اگه بخوام نام ببرم، در حالی که و در جناح چپ هم گاهی کسانی بودن که سیاست نرمشی رو در برخورد با روسیه پیش بردن، و از جمله در همین جنگ موجودی که جریان داره، خب اینها هر دو به نوعی اونهایی که نزدیکی داشتن با روسیه دوره پوتین در حدی آسیب دیدن از این نزدیکی با توجه به جنگی که پیش اومد. بنابراین یک چنین تأثیراتی رو میشه دید که میتونه روی آرای مردم داشته باشه.
ولی همینجور که عرض کردم به خصوص در انتخاباتی که الان در پیش است، سیاست‌های داخلی خیلی عمدگی بیشتری پیدا کردن، مسائلی که مسائل اجتماعی و اقتصادی جامعه هست برجستگی بالاتری داره تا سیاست خارجی، ولی بی تأثیر قطعا نیست. جبهه ملی که به حال یکی از احزاب دست راستی فرانسه هست، از زمان ژاک شیراک تقریبا میتونم بگم نمو پیدا کرد در سیاست داخلی فرانسه، که از مسائلی رو که اومد بهش پرداخت مسائل اقتصادی بود و مطرح کرد که این مشکلات اقتصادی که در فرانسه هست به خاطر وجود کارگرهای خارجی هست. حالا واقعا راست افراطی در فرانسه دلیلش چی هست که تونسته تا به این حد رشد بکنه؟ به هر حال فرانسه یک کشوری هست به نام کشور سوسیالیستی بیشتر مطرح هست و قوانینش هم همینطور. اگر بخوایم دقیق‌تر چیز رو بررسی کنیم، باید بگیم نیروی راست افراطیش خب تا الان که مجموعاً به قدرت نتونسته برسه، تا اینجا این مرحله‌ای که الان هستیم خب یکم نزدیکتر شده، داره نزدیکتر میشه به قدرت، بنابراین بیشتر نقش اپوزیسیون ایفا می‌کرده، در برنامه‌ها شعارهای تند و رادیکال اجتماعی رو مطرح می‌کنه که معلوم نیست که اگر زمانی در قدرت قرار بگیره تحققش ممکن باشه. مثل بسیاری دولت‌های پوپولیست دیگه شعارهای پوپولیستی رو مطرح می‌کنه، شعارهایی که در واقع به قول معروف به قول خودمون مالیات نداره. ولی یه وجه دیگه هم داره در برخورداش، با توجه به در مجموع فضایی که علیه خارجی‌ها هست در جامعه و رو به رشد هم بوده و متاسفانه بقیه احزاب هم خیلی جدی به این موضوع نمیپردازن، بازش نمیکنن. مثلا فرض کن اگر ما چند میلیون نیروی خارجی در این کشور داریم، این نیروی خارجی در کدام بخش‌ها دارن کار میکنن؟ آیا اینها اومدن جای نیروی کار فرانسه رو گرفتن؟ اگر اینها برن بیرون، آیا اینها در واقع فرانسوی هایی هستن که جای اونها رو پر؟ سوال های از این دست رو راست افراطی معمولا این چنین جواب میده که بله، اگر که ما اینها رو بفرستیم بیرون، اولا بیکاریمون کمتر میشه و دوما اینها از حقوق اجتماعی که ما اینجا در فرانسه داریم دارن برخوردارن، کمک مسکن میگیرن، کمک خانوادگی میگیرن، کمک برای بهداشت و سلامتی میگیرن و این چنین پاسخ میدن به سوال بخشی از جامعه که با کم کردن هزینه های این بخش که از روی به اصطلاح دوش جامعه برداشته میشه، شما مالیات دون کمتر میدید، بنابراین رفاه بیشتری دارید. اینجوری بخش های از جامعه تا چه اندازه‌ای رخ دادن ترورهای اسلامگرایان که باعث و بانش اسلامگرایان بودن، اینطوری بهتر بگم، درسته، تأثیر داشته بر رشد راست افراطی در فرانسه؟ چون از شارلی ابدو گرفته تا بقیه، و خب به هر حال قوانین سوسیالیستی در فرانسه باعث شده که مسلمانان از کشورهای متفاوت با حفظ اون عقاید در فرانسه راحت تر بهشون پناهندگی اعطا بشه. در دراز مدت این تقابل بین اون سه شعار اصلی دولت فرانسه که آزادی و برادری و برابری هست با عقاید اونها دیدیم که نسل دومشون بیشتر در این کارهای تند، حالا بگیم تروریستی اگر کلمه مناسب تری هم هست شما بفرمو، خب واقعا در این کارهای تروریستی اونها اسامیشون بود و دستگیر شدن. تا چه اندازه‌ای، من حالا سوالم رو بهتر خدمت عرض بکنم،
تا چه اندازه ترورهای داخل فرانسه که باعث بانش اسلامگراهای تندرو بودن تأثیر داره بر رشد راست افراطی؟ آیا واقعا این یک دلیل کافی هست برای اون که برای اینکه گروه های راست افراطی مخالف مهاجرین باشند، یا نه فقط این یه بهانه است؟ من این رو یه وسیله میبینم که در دستشونه. این یه واقعیتی است. یعنی ببینید، ریشه رو اگه بخوایم بررسی کنیم، در واقع خیلی بلند مدتره. یعنی بعد از جنگ جهانی دوم، شما خودتونم در فرانسه هستید، در این مطالب رو کما بیش باش سر کار دارید. بعد از جنگ جهانی دوم به این نیرو احتیاج بود برای بازسازی بعد جنگ. بخشی از کسایی که در کشورهای شمال آفریقا بودن و عمدتاً جوامع عرب شمال آفریقا، خب آوردن اینجا که کار بکنن. ولی در اون زمان این کار اینها چی بود؟ کار اینها عمدتاً این بود که خودشون کار میکردن، یه بخشی از پولشون رو میفرستادن اونجا، خانواده‌هاشون اونجا بودن. به مرور این جمعیت در خود فرانسه ماند و شد یک جمعیت 5-6 میلیونی که در فرانسه هست. بنابراین وقتی ما به این قضیه نگاه کنیم، یه مقدار ریشه دارتر هست و به نوعی میشه گفتش که ناتوانی دولت در حل این مسئله و دادن جایگاه واقعی به این جمعیت، حق و حقوق و از نظر فرهنگی، مذهبی و جوانب مختلف، و بی توجهی هایی که شد به دوره های مختلف، اینها عوامل اصلی هست. ولی مثل همه دولت ها، کشورها و جوامع دیگه، جریاناتی که این موضوع رو میتونن ازش بهره برداری کنن بیشتر همون جریان راست افراطیه. بله. یعنی خب ما حالا ببخشید، فقط تروریسم رو معذرت میخوام، فقط اونهایی که دست به اسلحه بردن و ترور میکنن، که خیلی هم مهم هست و تاثیر خب بسیار مهمی هم داشته، فقط اونها نیستن. یک گرایشی به مذهب، حجاب که عمدتا نمودش هست دیگه، در سطح شهر داریم میبینیم که جریان هایی هستن که لزوما مسلح نیستن، ولی مثل اخوان المسلمین، مثل دیگران که بیکار نیستن، اونها هم بیکار نیستن و فعالن، و این دوره انترنت و اینها به اندازه کافی وسیله هم در اختیارشون قرار میده و مرتب بالاخره اظهار وجود میخوام بکنن. اینها طبعا به نظر من در بالا بردن رأی راست افراطی ایفای نقش کرده، و جناح چپ و یا راست کلاسیک قادر نیست که حرف روشن و مشخصی در برخورد با این مقوله بزنه. بله. خیلی کوتاه، در فرانسه چه جناحای سیاسی داریم؟ حالا راست افراطی رو شما اشاره فرمودید، جناح چپ هم داریم و دیگه میانه. ببینید، فرانسه خب مثل بقیه کشورهای اروپایی یک فرم کلاسیکی داشت دیگه، از فرض کنیم از بعد جنگ جهانی و بعد از حالا شارل دوگل، جنرال دوگل، و بیایم به سمت آقای ژیسکار دستان، بعد میتران، بعد ژاک شیراک، انتخابایی که شده، و تا برسیم به سارکوزی و اولاند، و اخیرا ما اینا رو نگاه بکنیم تا میرسیم به مرحله‌ای که آقای اولاند رئیس جمهور بود، اون فرم کلاسیک راست و چپ که اساسش در چپ حزب سوسیالیست بود و در راست حزبی که چمی چهره‌هایی رو که گفتم مثل ژاک شیراک و اینها نمایندش بودن، اینها بودن که صحنه انتخابات رو رقم می‌زدن. از دوره قبل اگر مثلا یک نیروی سانتریست یا میانه بود، فرضاً با جناحی که ژاک شیراک بود با هم ائتلاف میکردن به انتخابات، و اگر چپ دیگه ای وجود داشت، کمابیش ناچار بود کنار سوسیالیستا با یه ائتلافی تو انتخابات شرکت بکنه، ولی نهایتاً کاندیدایی که میامد بالا از این دو جریان بود. ولی همزمان با رشد همین راست افراطی که گفتیم، و به اضافه اینکه آقای مکرونی اومد وسط که به صورت فردی ابتدا اومد و بعد
جریان به پیش رو راه انداخت و بعدش شد جمهوری به پیش که الان حزبش هست. اینجا یک نیروی اومد وسط که این نیرو بخشی از راست هست، بخشی از میانه هست و بخشی از چپ. این هم نشانی از ساخت و بافت اجتماعی اقتصادی جامعه فرانسه میده که تغییر کرده. یعنی دیگه فقط اون یک جنبش اینه که اون احزاب قدیم و سنتی پاسخگو نیستن و این یه مسئله عمومی جهانی هم هست، ولی یه بخشی دیگه هم اینه که ساخت و بافت جامعه هم تغییراتی کرده و همینجوری که میبینیم الان 12 تا کاندیداست. این 12 تا کاندیدا درسته که مثلا یکیش ممکنه 0.5% جامعه رو نمایندگی بکنه، ولی دقت بکنیم میبینیم که همه گرایشات رو تو خودش داره، از راست افراطی، راست، چپ افراطی، چپ میانه، هواداران محیط زیست تا کسانی که طرفدار انقلاب هم. به عنوان مثال حزب ضد سرمایه‌داری که آقای فیلیپ پوتو کاندیداشه که آشکارا طرفدار انقلاب و میگه تو انتخابات شرکت میکنم برای اینکه همین خواست انقلابی خودم رو مطرح بکنم. میدونه که تو این ساختار رئیس جمهور نخواهد شد ولی میتونه مطرح بکنه و جاش هست که مطرح بکنه. بنابراین امروز اگه بخوام این صف‌بندی رو ما بخوایم ترسیم بکنیم، همینه که داریم باستاش رو توی نظرسنجی ها میبینیم و یک طیف هستن، طیف از راست افراطی تا چپ رادیکال. بله. چرا جوان ها با اینکه طبق آمارهای داخلی فرانسه اکثرا چپند اما در انتخابات شرکت نمی کنن، بیان آمار شرکتشون خیلی پایینه، این سرخوردگی جوانان رو برای عدم حضورشون در انتخابات شما چطور تحلیل میکنید؟ یه بخشش اینه که خب همون خودتونم فرمودید، فکر میکنن تغییری حاصل نمیشه و شعارهایی که داده شده، به عنوان مثال آقای مثلا مکرون که الان رئیس جمهور هست و باز هم به احتمال زیاد باقی خواهد ماند، خب یه سری خواستا و مطالبات رو مطرح کرده و حدودیش رو که در مورد بیکاری هست، کاهش بیکاری هست و بالاتر رفتن سهم جوانان برای کار هست، خب یه حدودی تأمین شده، ولی خیلی زمینه‌های دیگه همچنان زندگی همون هست که 5 سال پیش بوده. بنابراین فکر میکنن که خب چرا شرکت بکنیم. یه بخشش انفعالی است، یه بخشش اعتراضی است. اعتراض هم مثلا در میان چپ که اشاره کردید چرا جوانهای چپ چپ هستن ولی شرکت نمی کنن، اعتراض دارن به همین وضعیتی که خود احزاب چپ هست. وقتی که 6 تا حزب چپ هست و حاضر نیستن که قبل از کاندیداتوری سر میز بشینن با هم دیگه صحبت بکنن و به کاندیداهای واحد یا 2 یا 3 برسن، ما الان میگیم مثلا 6 تا، ولی من میتونم بگم شاید 7 تا، چون بخشی از کسایی هم که با آقای مکرون هستن و رأی به اون میدن پایه سوسیالیستی بودن، یعنی کسایی بودن که تو حزب سوسیالیست بودن که الان اونجا هستن. اصلا دوره قبلی که آقای مکرون رأی آورد با پشتیبانی چپ ها بود، با پشتیبانی حزب بخش بزرگی از حزب سوسیالیست بود. بله، تو دور دوم هم که طبیعتاً وقتی که در مقابل لوپن قرار گرفت چپ ها بهش رأی دادن. بنابراین آقای اکرمی در 2 دقیقه رئیس جمهور فرانسه داره چه اختیاراتی هست؟ رئیس جمهور فرانسه بالاترین مقام اجرایی کشور هست، رئیس دولت هست و نخست وزیر و وزرا رو تعیین میکنه که البته به مجلس معرفی میکنه، به شرطی که در مجلس هم اکثریت داشته باشه، یعنی حزبش یا کسانی که مورد پشتیبانی قرار داده و از برنامه اون جانبداری میکنن اینا اکثریت داشته باشن، بنابراین برنامه هاش رو هم پیش میبره و اگر که در مجلس اکثریت نداشته باشه، اینجا یه ویژگی داره فرانسه که اگه بخوایم بیم به این ویژگی بپردازیم اینه که یک جوری میشه گفت 2 رأسه قدرت داره، یکی رئیس جمهوره که در اساس بالاترین مقامه و یکی نخست وزیر هست. نخست وزیر پاسخگو به مجلس هست، بنابراین باید مجلسی داشته باشه که اکثریت داشته باشه. هرگاه
تو مجلس اکثریت باشه، نخست وزیر که معرفی شده از طرف رئیس جمهور رأی خواهد آورد و برنامه رئیس جمهور پیش خواهد رفت. ولی اگر به هر دلیلی این مجلسی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری است اکثریت دیگری پیدا بکنه، طبیعتاً با یه مشکل روبرو میشه. این رو در گذشته های دورتر در فرانسه تا قبل از سال 2000 داشتیم که مثلا آقای میتران رئیس جمهور بود از حزب سوسیالیست چپ و آقای شیراک از حزب راست نخست وزیر بود. چرا؟ برای اینکه مجلس دست راست ها بود. اینجا رئیس جمهور چه کارهایی میتونست بکنه در اون دوره؟ یکی همین که رئیس در واقع فرمانده کل قوای نظامی است، کسانی که اون دولت حتی راست تعیین میکرد باید وزیر دفاعش و وزیر امور خارجش طوری تعیین بکنه که مورد تایید رئیس جمهورش قرار میگیره. اینا اومدن قانون رو عوض کردن، به این صورت آوردن، چون یه فاصله بود بین مجلس و انتخابات ریاست جمهوری. به خاطر اینکه این اتفاق نیفته و به قول معروف مجبور به یه چنین همزیستی بین راست و چپ نباشن، اومدن قانون رو عوض کردن و مجلس رو بلا فاصله گذاشتن بعد از انتخابات ریاست جمهوری، که علل قاعده مردمی که به رئیس جمهور رأی میدن فردا به مجلسی هم رأی بدن که مورد نظر اونه. که این کار در مورد مثلا مجلس قبلی صورت گرفت، مثلا آقای مکرون شخصا که رأی آورد به عنوان رئیس جمهور، خودش حزب قوی اون زمان نداشت ولی کاندیداهایی رو که اون ازش پشتیبانی کرد مردم رأی دادن. بنده مثلا در منطقه‌ای که هستیم هنوزم نمیدونم که اون نماینده مجلس ما کیه، ولی بهش مردم به اون کسی رأی دادن که آقای مکرون حمایت میکرد ازش. بنابراین این کار اصلا شد برای اینکه این دوگانگی بین پست ریاست جمهوری و نخست وزیری ایجاد نشه. جمع بزنم، رئیس جمهور رئیس دولت هست، رئیس جمهور فرمانده کل قواست، رئیس جمهور دولت رو تعیین میکنه، پیشنهاد میکنه به مجلس، رئیس جمهور اجازه داره که در واقع تغییر در قانون اساسی رو به کنگره پیشنهاد بده. کنگره یعنی مجلس سنا و مجلس ملی باید تشکیل جلسه بدن و تغییر قانون اساسی پیشنهادی اگر از طرف رئیس جمهور بود رو مورد بررسی قرار بدن و اگر تصویب شد تصویب بشه. دو نمونه شو براتون بگم، مثلا آقای شیراک لغو اعدام رو به قانون اساسی اضافه کرد و کنگره رأی داد، ولی مثلا آقای اولاند توی شعارهای انتخاباتیش بود که خارجی هایی که ملیت فرانسوی ندارن که نمیتونن در انتخابات ها شرکت بکنن، در انتخابات های شهرداری ها بتونن شرکت بکنن، لااقل در سرنوشت شهرشون نقش داشته باشن. ولی چون نتونست اکثریت کنگره رو با خودش همراه بکنه که لازم داشت که غیر از حزب خودش و چپ بخشی از راست هم بیاد پشتش و نیامدن، نتونست ببردش تو قانون اساسی و انجام نداد. خب اینها شد یه مسائلی که در واقع رو هوا موند و به عنوان کار نکرده آقای اولاند مطرح شد. بنابراین یک همچین مختصاتی رو در واقع به عنوان موقعیت ریاست جمهوری میتونم من عرض کنم. ممنون جناب آقای اکرمی گرامی. 4 دقیقه از وقت برنامه گذشت، اما مباحث جالب بود و به نظر من میطلبه که بعد از پایان انتخابات ریاست جمهوری و معلوم شدنی که چه کسی رئیس جمهور خواهد شد، که به نظر من و همینطور شما هم در برنامه شما فرمودید که آقای مکرون خواهد بود، یک شنبه که انتخابات هست، حتی این برنامه روز دوشنبه پخش میشه، امیدوارم در آتی بتونیم که بیشتر در این مورد صحبت بکنیم. تشکر فراوان از حضور شما در برنامه دیالوگ. جناب آقای رضا اکرمی، کنشگر سیاسی در پاریس. بینندگان گرامی، تا برنامه آینده شاد و پیروز باشید.